بعد از مدت‌ها بلا تکلیفی دانش آموزان اتباع بدون مدرک تحصیلی که به تازگی سرشماری شدند، بالاخره اطلاعیه جدید صادر شد. بعد از دستور رهبری در سال 94، قرار بود ثبت نام دانش آموزان مهاجر در مدارس دولتی به سامان برسد. اما امسال هم با چالش‌های جدی روبرو شدند. شرایط خاص افغانستان و موج جدید مهاجرت شهروندان به کشورهای همسایه به گستردگی این مشکل دامن زد و تخمین زده می‌شد که حدود 100 هزار کودک مهاجر به مدرسه نروند. با توجه به اینکه ممکن است ثبت نام دانش آموزان اتباع حتی بعد از آغاز سال تحصیلی هم ادامه داشته باشد، هنوز آمار دقیقی از تعداد آنها وجود ندارد. با این حال طبق شیوه نامه قبلی احتمال داده می شد که آمار ثبت نام ها کمتر شود. طبق اطلاعات فعالان اجتماعی از وضعیت ثبت نام دانش آموزان اتباع در تهران و مشهد، در مناطق پرتراکم ظرفیت مدارس تکمیل شده و به همین دلیل بسیاری از دانش آموزان مهاجر با وجود داشتن برگه حمایت تحصیلی هم هنوز نتوانستند در مدارس دولتی ثبت نام کنند و به همین دلیل به سمت مدارس خودگردان رفتند. پیش از ابلاغ اطلاعیه جدید، یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش گفته بود که به ما از سوی استانداری گفته شد اگر کسی در طرح آمایش نباشد ثبت نام نکنید. من هم به استانها اعلام کردم. هر سال این اتفاقات میافتد و ما هم در نهایت ثبت نام میکنیم. اما امسال به تعداد اتباع افزوده شده است. هر سال حدود 500 هزار دانش آموز اتباع داشتیم، اما امسال بیش از 300 هزار نفر به آنها افزوده میشود که اگر در مناطق پرتراکم باشند با مشکلاتی روبرو میشویم. به ما فرمودن در استانداری هم که کسی تو طرح آمایش نباشه ثبت نام نکنه. منم اعلام کردم بعید به نظر میرسه که ما نهایتا ثبت نام نکنیم. چون هر ساله این اتفاق میفته و ما ثبت نامش کنیم. باید ببینیم وزارت کشور چه دستوری میدن. نهایتا این یه توافقی هست با مرکز امن اداره کل اتباع و به طور کل وزارت کشور. اما نشون داده شده در طول تاریخ طبق شیوه نامه قبلی، کسانی که از قبل اقامت قانونی، پاسپورت و کارت آمایش معتبر داشتند، می توانستند در مدارس دولتی ثبت نام کنند. همچنین دانش آموزانی که برگه حمایت تحصیلی سالهای قبل را داشته و تغییر مقطع نداشته اند، می توانستند به مدرسه بروند. اما بر اساس اطلاعیه جدید اداره اتباع، دانش آموزانی که برگه سرشماری دارند، می توانند امسال در مدارس ثبت نام کنند. وزارت آموزش و پرورش می گوید در حال حاضر بیش از 503 هزار دانش آموز اتباع در بیش از 28 هزار مدرسه ایرانی تحصیل می کنند. سال گذشته بیش از 556 هزار نفر از آنها مشغول به تحصیل بودند و با توجه به تحولات افغانستان، تخمین زده می شود که این رقم به بیش از 660 هزار نفر برسد. بعد از وقایع افغانستان برای دانش آموزان جدید برگه حمایت تحصیلی صادر نشده و فعلا فقط برگه سرشماری دریافت کردند.